بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت رسمی وبینار سوم گروه روباتیک ARAS رو آغاز می‌کنیم. همونجوری که عرض کردم عنوان این وبینار Artificial Intelligence and Deep Learning Methods in Autonomous Robotics. اگر از همراهان محترم کسی هست که با زبان فارسی آشنا نیست اعلام حضور بکنه که ما بتونیم به زبان انگلیسی صحبت بکنیم. I would like to ask all the audience, if they cannot speak and understand Persian, please contact us to continue in English. Otherwise, we will continue in Persian. خب در حال حاضر تمام کاربرانی که حاضر هستن فارسی زبان هستند و ما به احترام دوستان به زبان فارسی ادامه میدیم. امیدوارم که اگر در حین برنامه مهمانانی از خارج از کشور که به زبان فارسی آشنا نیستند به ما اضافه شدن، وبینار رو به زبان انگلیسی دنبال خواهیم کرد. در این وبینار در واقع بخشی از فعالیت‌های گروه اتونوموس روباتیک ما که با عنوان دیتکشن اند تراکینگ برای مصارف صنعتی مورد نظر هست، با استفاده از هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ مورد توجه قرار می‌گیره. سعی می‌کنیم در این وبینار ابتدا یک مقدمه بر محورهایی که صحبت شده بیان بکنیم برای همکاران و همراهانی که آشنا با موضوع نیستند، و در ادامه بیشتر سمینار برای متخصصین حوزه و زمینه‌های تحقیقاتی که تو این زمینه وجود داره تنظیم شده. به این ترتیب وبینار در 5 بخش تقسیم خواهد شد. با یک مقدمه کوتاه وارد بحث اتونوموس روباتیک خواهیم شد. Current research رو در 2 فاز توسط همراهان من فراز و امین که در پوسته ارائه نامشون اومده، آقای فراز لطفی دانشجو دکتر ما و آقای امین کاشی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ما مواضع تحقیقاتی خودشون رو بیان خواهند کرد. در پایان تعدادی از پروژه صنعتی که تو این حوزه مد نظر هست رو دنبال میکنیم و نهایتاً چند نمونه از کارهای پیش در آینده و تحقیقات آینده رو گفتگو خواهیم کرد. به عنوان مقدمه من لازم هست معرفی کوتاهی از گروه روباتیک ARAS داشته باشم. این گروه پژوهشی به همت همکاران ما در دانشکده برق، کامپیوتر و مکانیک بیش از 22 سال هست که فعالیت خودش رو توی گسترش زمینه‌های فناوری و علوم روباتیک در کشور آغاز کرده. زمینه‌های مختلفی رو مد نظر داره، هم فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌هایی که مرتبط با سوشال ادویکیشن و آموزش عمومی هست رو تعقیب می‌کنه. این سری از وبینارها بیشتر با منظور آشنایی مخاطبین مختلف در حوزه روباتیک و زمینه‌های پژوهشی روزآمد تنظیم شده. در گروه روباتیک ARAS در حال حاضر 5 گروه پژوهشی فعالیت می‌کنند که اتونوموس روباتیک، پاور اند کیبل روباتیک، سرجیکال روباتیک، داینامیک سیستم اند کنترل و میکس ریالیتی این سرجری رو داریم، که با توجه به اینکه این موضوع فقط موضوعاتی امروز برای صحبت خواهیم کرد، بخشی از تحقیقات گروه اول اتونوموس روباتیک رو در واقع شامل میشه. توی حوزه اتونوموس روباتیک زمینه‌هایی که مد نظر هست و کار میشه محورهای مختلفی داره. این گروه با بیش از 15 سال سابقه فعالیت پژوهشی در واقع در زمینه توسعه فناوری ربات‌های خودران
و اتومبیل های خودران و اتونومی اتونوموس سیستم در سیستم های مختلف روباتیک فعالیت خودش آغاز کرده. اگر گذری بکنیم، گذر زمانی از فعالیت های بخشی از فعالیت هایی که این گروه انجام میده، میتونیم دیولوپمنت ربات های مختلف زمینی و پرنده و پرنده رو در نظر بگیریم که توسط دانشجویان خوب ما در گروه های مختلف روباتیک به خصوص تیم کنتوسی ما انجام میشه. بیش از 17 مدل اوتونوموس در واقع کواد کوپتر یا ایریال ویکل دیولوب شده برای فعالیت های مختلف و همچنین 5 نسل مختلف از ربات های زمینی سیار که شکل اونها رو ملاحظه میکنید دیولوبمنت انجام شده. گروه روتگرس مفتخر هست که کار دیولوبمنت ربات های مختلف رو برای کاربردهای صنعتی مورد توجه قرار میده. اما در حوزه پژوهشی فعالیت های گروه در واقع امتداد پیدا میکنه تو زمینه های بسیار روز آمده، در واقع the state of the art slam method، روش هایی که در واقع simultaneously localization and mapping انجام بدیم. شاید 10 سال گذشته با استفاده از روش های probabilistic و استفاده از روش های آماری و روش های کلاسیک فعالیت شناسایی و حرکت ربات های خودران در محیط های ناشناخته مورد توجه قرار گرفته و من فکر میکنم بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد و چندین پروژه دکترا و همچنین پروژه صنعتی مورد توجه قرار گرفته. بخش دیگه از فعالیت ها روی ربات های پرنده هست که با استفاده از سنسورهای ویژن و همچنین فاصله یاب های مختلف بحث های پتلنینگ به اصطلاح دوری از موانع و پرواز اتونوموس رو مورد توجه قرار داده که تو این حوزه هم دیولوپمنت ربات های پرنده و هم اجرای برنامه های اتونومی در این ربات ها مورد توجه قرار گرفته. یکی دیگه از کارهایی که از دست کارهایی که میشه عنوان کرد روش هایی هستش که با استفاده از دوربین های RGBD انجام میشه و به اصطلاح مدل های دو بعدی سه بعدی از نقشه توسط دوربین های RGBD حالا کینکت به اصطلاح و همچنین دوربین های استریو برای آوتدور و دوربین های کینکت برای ایندور برای پیاده سازی ریل تایم روش های اسلام و توسعه نقشه و لوکالیزیشن مورد توجه قرار گرفته. در این زمینه ها روش های مختلف گراف بیست و روش های مختلف استاتیستیک مورد توجه قرار میگیره که خب این سه زمینه که از بین زمینه های مختلفی که من بیان کردم متاسفانه در این وبینار ما فرصت ارائه همه اینها رو نداریم و فقط به زمینه سوم که زمینه نسبتاً نوظهور و بسیار پرجاذبه هست استفاده از روش های دیپ لرنینگ برای با و ویژوال انفورمیشن مد نظر قرار میگیره. در این روش در این زمینه کارهای وسیع و متنوعی قابل انجام هست که اگر اجازه بفرمایید بخشی از اونها رو ما در سلایت های بعدی توسط همکاران من خدمت شما ارائه خواهد شد. از فراز خواهش بکنم که بحث رو دنبال بکنم.